اگر بخواین از یکی از زیباترین بادگیرهای ایران دیدن کنید، فقط کافیه در سفرهاتون سری به یزد و شهر تاریخی ابرکوه بزنید. در ابرکوه خانه هستش به نام خانه آقازاده که خیلی ازش تعریف میکنن. در کل ابرکوه خونه های تاریخی زیادی داره که سعی شده با حفظ همون بافت قدیمی مرمت بشن و باقی بمونن. اگر هم به خانه آقازاده سر زدین، خوبه بدونین که با 3 دقیقه رانندگی میتونین از یکی از صرفای قدیمی که گفته شده حدود 5000 سال عمر داره دیدن کنین. این سرو کهنسال، سربلند و همیشه سبز، ابرکوه نام دارد. ابرکوه نام شهری است در استان یزد که در گذشته در مسیر راه ابریشم قرار داشته و تاجران و مسافران زیادی از آنجا عبور می‌کردند. درباره قدمت ابرکوه افسانه و داستان‌های زیادی گفته شده که اغلب سند معتبری ندارند، اما ابنیه و آثاری که باقی مانده گویای قدمت زیاد این شهر است. از جمله همین سرو پیر که با 25 متر ارتفاع هر سال بار می‌دهد و برای مردم بومی این منطقه همواره مقدس بوده است. دانشمندان عمر این درخت را بیش از 4000 سال تخمین زدند و در افسانه ها گفته شده که این سرو به دست زرتشت پیامبر کاشته شده است. جالب توجه است که بدانید مارکوپولو، جهانگرد مشهور، در سفرنامه خود از این درخت کهنسال نام برده. یکی از خانه های قدیمی ابرکوه که در نزدیکی سرو پیر ساخته شده، خانه آقازاده می باشد. این خانه در دوره قاجار ساخته شده و متعلق به سید حسین ابرقویی، یکی از ثروتمندان شهر بوده است. این خانه به خاطر معماری سنتی و زیبایی که دارد همواره مورد توجه بوده و سالانه گردشگران زیادی را به این منطقه فرا می‌خوانند. از جمله مصالحی که در ساختمان آقازاده به کار رفته، خشت و آجر است. حیاط مرکزی و حوض سنگی بزرگی که در وسط آن ساخته شده، زیبایی و طراوت خانه را دوچندان کرده است. خانه آقازاده 3 جبهه دارد که به منظور آسایش ساکنین آن در فصول مختلف سال ساخته شده. درهای ارسی، پنجره‌های بلند چوبی و شیشه‌های رنگی به کار رفته در این بنا بسیار زیباست. سقف این خانه بسیار هنرمندانه و با ظرافت گچکاری شده و مقرنس‌کاری های آن می تواند چشم هر بیننده را به خود خیره کند. ارسی ها علاوه بر زیبایی از شدت نور آفتاب و گرمای آن می کاهند و همچنین اجازه دید از بیرون به درون خانه را نمی دهند. قسمت شاخص و مورد توجه این خانه بادگیر 2 طبقه و کلاه فرنگی آن است.
بادگیر خانه آقازاده به عنوان بلندترین بادگیر در ایران شناخته شده است. ارتفاع آن 18 متر می باشد و در دهانه آن 19 دریچه تنظیم هوا وجود دارد که با بادگیر دومی هماهنگی و ارتباط دارد. بادگیرها در واقع خنک کننده هوا هستند. برای سقف شاهنشین دریچه های چهارگوش متعددی در نظر گرفته شده که هر یک درست در زیر یکی از بادگیرها قرار گرفته و به وسیله اهرم کوچکی میتوان دریچه ها را باز و بسته کرد.